بر همه باشندگان نشست امروز، بر تمام کسانی که بعداً این برنامه رو خواهند دید، و سپاس از تمام برگزار کنندگان این برنامه و زحمتی که کشیدن برای اینکه ما اینجا جمع شیم درباره جنبه های گوناگون نقش زنان در انقلاب ایران گفتگو بکنیم. من آرتمیس اهورا هستم، از بنیانگذاران جنبش نزایی ایرانی به همراه همسرم شاهین نژاد و دبیر کل حزب رستاخیز ایرانگرایان. درباره ریشه تضادهای فرهنگی که جمهوری اسلامی با زنان ایران داره امروز برای شما چند دقیقه صحبت میکنم، و مهمترین نکته که در این باره باید ما هممون توجه بکنیم، تضاد فرهنگی که جمهوری اسلامی داره به خاطر اون بنیاد ایدئولوژیکیست که داره با فرهنگ ایران، و این تضاد تضاد بسیار جدی است. فقط این تضاد با زنان وجود نداره، در جامعه ایران که نه زنان و نه مردان از نخستین حقوق انسانی خودشون برخوردار نیستن، ما نمیتونیم بگیم این تضاد فقط با زنان وجود داره. زنان دو برابر مردان در این در واقع سرکوب فرهنگی و در واقع میشه گفت سرکوب ایدئولوژیک جمهوری اسلامی قرار دارن، و در نهایت این یک تضاد فرهنگ ایرانی است با فرهنگ اسلامی، و ریشه‌اش هم فقط تو این 44 سال نیست، ریشه 1400 ساله داره، همه ما اینو میدونیم. ولی نکته‌ای که در این 44 سال آشکارتر شد به خاطر عبور از دوران بین دو پرانتز دوران پهلوی بود که مردم ایران پس از 1400 سال یک اندکی با آنچه که هویت ملی خودشون بود تونستن در 50 سال آشنا بشن، یعنی با آنچه که ارزش ها و ضد ارزش های ایرانی بود به خاطر باز شدن، یعنی ایجاد جامعه مدنی و باز شدن فضای آزادی های فردی و اجتماعی و رشد سواد در ایران و رشد در واقع آموزش در ایران، مردم یک 50 سال آشنا شدن با آنچه که ایرانی بودن معنی میداد، نه مسلمان بودن، نه موالی امت اسلامی بودن. بنابراین موقعی که این 44 سال ما آغاز کردیم، هر روزش که گذشت مردم بیشتر تازه فهمیدن، یعنی نمود عینی براشون پیدا کرد آنچه که براشون 1400 سال بود رفته بود، و شاید در اون دو نسل دوران پهلوی اندکی مردم فراموش کرده بودن، شاید از حافظه تاریخیشون اندکی پاک شده بود. ولی این بازگشت و بازگشتش به صورت یک سیلی محکم بود به صورت همه مردم ایران، نه فقط زنان ایران، ولی همه مردم ایرانی سیلی سخت رو از اسلام مجدداً خوردن. و این اتفاق در زمانی افتاد که دنیا از دوران قرون وسطا خیلی وقت بود فاصله گرفته بود، و دقیقا ما در جهت عکس همه جهان شروع کردیم به حرکت کردن، یعنی ما هنگامی که جهان به سرعت به سوی جلو رفت، به سرعت به سوی نشیب خودمون بازگشتیم، و این وقتی بود که دیگه مردم دوران قاجار نبودن، مردم بودن که با دنیا آشنا شده بودن و خبر داشتن در کشورهای دیگه داره چه اتفاق میفته، و به ویژه از 20 سال گذشته که بالاخره این ماهواره ها اومد و بعدم شبکه‌های اجتماعی اومد، مردم دیگه با پوست و گوشتشون هر لحظه حس کردن که جهان به کدوم سو حرکت میکنه و ایران اسلامی به کدوم سو حرکت میکنه. و این تضاد جوری برای مردم ایران مشهوده، این تضاد فرهنگ ایرانی و اسلامی، که شما با این که میبینید یه حکومتی قانون دولتش، قانون اساسیش و تمام ارکانش اسلامی است و بمباران اسلامی هم داره شبانه روز مردم رو میکنه، و قانون کاملا پشت اجرای قوانین اسلامی است بر علیه زنان، بر علیه مردان هم البته هست، برای که شما در کشوری که نه آزادی فردی دارید، نه آزادی اجتماعی دارید، نه آزادی سیاسی دارید، زندگی نرمال جهان قرن 20 و 21 ندارید اصلا. ولی خب در همین جامعه ای که اینقدر توی در واقع سر این ملت خورده، خب زنان رو شما دارید میبینید از هر سو قانون بر علیه زن داره اعمال میشه.
قانون از بالا تا پایین زن ستیزه، از بالا تا پایین دست و پاگیر و خفوانزاست، به ویژه برای زنان. و با این همه فشار فرهنگی شما چگونه این تضاد و بین جمهوری اسلامی و فرهنگ ملی و ایرانی مردم میبینید؟ نمونهش رو شما در چند همسری یا صیغه میبینید. با این که قانون جمهوری اسلامی است که هر مرد میتونه 4 تا زن بگیره، با این که قانون اسلامی است که شما نباید شرمنده باشید از تعداد زنان بیشمار یا حتی صیغه، شما چند تا مرد ایرانی رو میبینید غیر از اونایی که سری در آخور این حکومت دارن و بدنه نظام اسلامی هستن؟ شما چند تا مرد در کوچه و خیابون میبینید با افتخار بتونه سرشو بگیره بالا و بگه من 2 تا همسر دارم؟ خب این نشون میده که فرهنگ ایرانی کجاست و فرهنگ اسلامی با همه قانونی که پشتشه چگونه در عرف جامعه، در عرف فرهنگ ایرانی حل نمیشه. و هر کس هم که میبینید اگه تو بازاری ها باشه یا اگه تو اون افرادی که احترام به قانون ایران زمین اولیاء شاه قانون با این همه شما میبینید کسانی که حتی 2 تا همسر دارن این کار رو یواشکی انجام میدن. یعنی این نشون میده که فرهنگ ایرانی چگونه در تضاد با فرهنگ اسلام. همین حالت هست نسبت به شادزیستی. مردم ایران که همواره در درازای تاریخ تا پیش دست کم تا پیش از یورش تازیان ما میدونیم مردم شادزیستی بودن، مردم زندگی دوستی بودن، مردم جشن و سرور و پایکوبی بودن، چگونه در این 44 سال شما دارید میبینید هر اندازه جمهوری اسلامی تلاش میکنه جلو شادی های مردم رو بگیره، جلو از بین بردن جشن های ملی رو بگیره، جشن ایرانی رو کمرنگ کنه و به جاش نمیدونم عید فطر و قدیر رو نمیدونم عید قربان و اینها رو جایگزین بکنه، شما دارید تضاد فرهنگی رو میبینید. تمام مردم ایران از هر گوشه ایران، حتی ارامنه در ایران، حتی یهودیان و حتی کسانی که اصلا ممکنه هیچ دین باور هم نباشن و حتی خود همونهایی که نامشون مسلمانه، شما میبینید برای نوروز یک پارچه جمع میشن که فرهنگ ایرانی رو جشن بگیرن و این حالت برای جشن سوری یا همون چهارشنبه سوری هست و این حالت برای بسیاری از جشنایی که در این 44 سال مردم به شدت علاقمند شدن به بازیابیشون و باز اجرا کردنشون، مثل جشن تیرگان، مثل جشن مهرگان، مثل جشن سده و غیره، جشن سپندارمزگان و غیره رو که شما میبینید، اینها همه نوعی تضاد فرهنگی رو نشون میده بین حکومت و مردم. حالا بخش دیگری از تضاد فرهنگی که شما بین مردم و این حکومت میبینید از اسطوره ها و تاریخ این مردم معلوم میشه. شما در تمام تاریخ ایران، در تمام اسطوره های ایران که بخش بزرگی شما امروز که در دستمون هست به صورت شاهنامه هست، شما شخصیت هایی که از زن در شاهنامه میبینید مثل تهمینه، مثل گردیه، مثل گردآفرید و حتی مثل رودابه و حتی مثل سودابه، یعنی چه شخصیت هایی که ممکنه کاملا مثبت ببینیدشون، نیرومند ببینیدشون، دلاور ببینیدشون، جنگاور ببینیدشون، خردمند ببینیدشون، چه حتی زنان تاثیرگذاری که ممکنه به اون اندازه مثبت نبودن ولی تاثیرگذار بودن. شما دارید در تاریخ و اسطوره های ایران نقش زن رو اینقدر پررنگ میبینید. شما چنین نقشی از زن در هیچ تمدن کهن جهان نمیبینید اینقدر پررنگ باشه، نه در تمدن یونان که اصلا زن رو در مایه برده و دیوانگان میذاشت و از همه حقوق اولیه قانون یونان آن زمان اینها به کنار بودن، نه حق مالکیت داشتن، نه حق رأی داشتن، نه حق انتخابات همون جمهوریشون رو در به اصطلاح اداره حکومتشون رو حتی و همون مهد دموکراسی که اونجا وجود داشت، حتی در اونجا زن اصلا وجود خارجی نداشت. زن وجود داشت به عنوان شهروند درجه دو و به عنوان زنی که باید ازش در مواقعی که نیاز بود سرویس های گوناگونی گرفته میشد. ولی در تمدن هند و در تمدن مصر و در تمدن چین، در تمدن های کهن جهان، شما اصلا زن رو اونگونه که در تمدن ایران میبینید، اون نقش پررنگ تاثیرگذار، زنی که صدا داشته باشه و زنی که
از خودش شخصیت مستقل نشون میده، نه شخصیت وابسته به یک مرد رو به عنوان پدر یا همسر یا برادر رو. فقط در تمدن ایران میبینید و در این تمدن با این سابقه درخشان که هممون احتمالاً میدونیم که زنان چگونه حقوق، نه قرار نیست حقوق 2500 سال 3000 سال پیش زنان به معنای آنچه که شما در امروز جهان میبینید حقوق برابر زن و مرد بوده، ولی آن جهان رو با جهان آن روز در اون زمان مقایسه بکنید، برترین حقوق زنان در ایران بوده. و خب اینو ما میبینیم از کجا، از لوح‌های تخت جمشید که حقوق زنان دقیقا نوشته شده بود، حتی حقوق زن باردار بیشتر از حقوق زن غیر باردار بود، حتی حقوق کسی که بچه دار میشد یک پاداشی به خاطر بچه دار شدنش میگرفت از سوی دولت، و حتی مستمری بگیر بودن زنانی که همسرانشون رو دست میدادن، زنانی که بچه های کوچک بودن و به اصطلاح نانآور دیگری به غیر از خودشون نداشتن، و حتی زنان کارآفرین رو میبینید در اون دوران، زنانی که کارمند داشتن زیر دست خودشون، و این حتی باز در لوح‌های تخت جمشید دیده میشه که زنان کارفرما یا زنان سرکارگر عده‌ای کارگر و به اصطلاح زیر دست داشتن که میتونستن مرد باشن یا زن باشن. شما در کجای جهان اون روز چنین چیزی رو میدیدید؟ و زنان بازرگان بسیار بزرگی که در ایران داشتیم و زنان ارتشی و سپاهی دلاوری که داشتیم، که خب همه شما نام آرتمیس رو میدونید و میدونید که چگونه خشایارشاه یک زن رو به مقام نخستین و تاکنون تنها زن دریا سالار در تاریخ جهان منصوب کرد در 2000 اندی سال پیش. خب این نشون میده که تضاد این فرهنگ ایرانی تا چه اندازه عمیقه با تضاد فرهنگ اسلامی، که زن رو از دنده نمیدونم چپ مرد آفریده میبینه، زن رو شهروند درجه دو میبینه، زن رو فاقد عقل و شعور میبینه، زن رو فاقد خرد میدونه و با زن مثل یک موجود صغیر، یک بچه یا یک دیوانه رفتار میکنن و فقط زن آمده که یک سری سرویس هایی رو بده به مرد و بشینه در خونش و زادآوریش رو بکنه. خب این بخش دوم از تفاوت های در واقع فرهنگی بود که بین زنان ایران و فرهنگ اسلامی وجود داشت، کلن جامعه ایران و زنان و جمهوری اسلامی. میبینیم حالا نقش زن در ایران پس از اسلام، هر چی که شما دارید میبینید، از تو سری خوردن زن، از تحقیر زن و از زن رو پلید و بد و شرماور و شیطانی توصیف کردنه. یعنی شما هر جای این پای صحبت هر آخوندی که بشینید که دکانداران این دینن و اتفاقا بسیارشون بسیار بهتر از من و شما از نفس اون دینی که دکانشو دارن خبر دارن، هیچ جا شما نمیبینید که درباره زن به ارجمندی صحبت بشه. زن یا داره مرد رو وسوسه میکنه، یا زن بسیار موجود خطرناکیست، شیطانیست، ازش بگریزید، عقلتون رو دست زن ندید، نصیحت و بسیار رایزنی زن رو اصلا نشنوید و بچه رو ازش بگیرید. حتی صاحب صلاحیت نیست که بچه رو تربیت کنه یا مادر باشه یا حضانت فرزندش رو بگیره. خب شما در یک همچین فرهنگی اصلا نباید انتظار داشته باشید که زن حتی ظهور بکنه و وجود داشته باشه و صدا داشته باشه و بتونه افتخار آفرینی بکنه. تا میرسیم به خب انقلاب ایران که ما در این دوره 44 سال نقش‌های گوناگونی از زن دیدیم. ما زن عامل حکومت داشتیم، زن بازوی ستم داریم که اتفاقا این حکومت از اون زنان برای سرکوب بقیه زنان جامعه استفاده میکنه، یا در قالب نماینده اگه هستن که خودشون دقیقاً عملی ستم هستن و زن ستیز ترین ها همون لچک به سرهای مجلس جمهوری اسلامی هستن، و زنانی که در ادارات مختلف در ارگانهای مختلف به کار گرفته میشن که خطرناکترین و پلیدترین و کثیفترین موجودات ایرانن. یعنی شاید از همون مردانی که اون حکومت رو دارن میگردونن اینا کثیفتر باشن. برای چی؟ برای که در این حالی که اینا خودشون قربانی اون ستم هستن، خودشون قربانی های بعدی رو با قصاوت هرچه تمامتر میگیرن. یعنی اون زنی رو که میذارن که
بیاد به عنوان نمیدونم گشت ارشاد یا نمیدونم مجری امر به معروف و نهی از منکر، خودش کثیف‌ترین بازویست که میتونه در برابر یک زن قرار بگیره، بدتر از همون پاسدارایی که در زندان به زنان و به زنان و دختران مبارز و به زنان و دختران زندانی ممکنه تجاوز بکنن. اینا حتی از اونها بدتره، برای که اون جامعه اسلامی و اون عمله مردی که در خدمت اون حکومت هست، در بازوی ستم اون حکومت قرار داره، دست کمش میگه من این حق و اسلامم به هم میده، ولی با اون زنی که داره این کارو میکنه چه دلیلی داره برای این کار. و اینها نشون میده که زنان در این 44 سال هممون اون زنای مبارز خیابان نبودیم، یک عده‌ای هم بازی‌هایی خوردن و در اختیار این حکومت و به عنوان حالا همونایی که میشناسیم به عنوان پرستو، اونایی رو که میشناسیم به عنوان اپوزیسیون‌های دستساز صادراتی جمهوری اسلامی، اونهایی رو که ما میشناسیم به عنوان زنانی که یعنی دارن لابی میکنن برای حقوق ایران، افرادی که نایاکی هستن، اینا همه بازوهایی هستن، اینا همه زنانی هستن که ممکنه در خدمت این رژیم باشن، حالا به خاطر منافع شخصی یا به خاطر مغز خراب خودشون این کارو میکنن. ولی در این 44 سال ما میبینیم روز به روز که گذشت، این زنان زیر خفقان جمهوری اسلامی نه تنها بیشتر رشد کردن، بلکه به یک آگاهی عمیق رسیدن که شاید اگر این 44 سال انجام نشده بود و اتفاق نیفتاده بود، زمان شاید بیشتر از این 44 سال می برد که اون بخش بسیار نیرومند زنان ایران اینجوری به خود باوری برسه. شما امروز در خاورمیانه زن ایرانی رو با هیچ کدوم از همسایگان ایران قابل مقایسه نمی‌بینید. با اختلاف هزاران پله زنان ایرانی برتری ایستادن، نه فقط به خاطر اینکه 60 درصد سهمیه‌های ظرفیت دانشگاه‌ها رو زنان تشکیل میدن و این همه ما زن تحصیل کرده با کفایت و کارآمد داریم، بلکه به خاطر اینکه اون زن کم سواد هم امروز به این آگاهی رسید که شاید اگر 44 سال پیش بود، شاید 100 سال دیگه طول میکشید هنوز در حال انداختن سفره ابوالفضل و نمیدونم تو سر خودش کوبیدن برای حسن و حسین بود. امروز حتی شما زنان غیر تحصیل کرده ما، زنانی که شاید از طبقات پایین تر اجتماع هستن، شما در خط مبارزه میبینید و اینا یک بار برای شاید برای همیشه، ما امیدواریم برای همیشه، نه فقط از این حکومت جمهوری اسلامی بلکه با آن چیزی که مایه و بنمایه ایجاد این انقلاب اسلامی شد، اون چیزی که اومد و تونست یک ملتی رو انقدر به اون واقعا خودکشی جمعی برسونه که سال 57، حالا ما نمیدونیم چه تعدادی رفتن پای صندوق های رای، 15 درصد جامعه بودن، 70-80 درصد جامعه اصلا نرفتن تو خیابون، تظاهراتی هم نکردن، انقلابی هم نکردن، اون عده‌ای که رفتن و دیده شدن و زوم شد توسط این رسانه‌های غربی روشون به عنوان مردم انقلابی ایران، اون عده‌ای که رأیشون به عنوان 98 درصد عالی از تو صندوق‌های رأی در اومد، اون عده امروزه که برین ازشون سوال بکنین، شاید افرادی که هنوز باورمنده به این حکومتن، باورمنده، حالا کاری ندارم به اینکه یه عده‌ای، ما شاید یک 2 میلیون، شاید هم 3-4 میلیون حقوق بگیر حکومت داریم در لول‌های مختلف، برای سرکوب، برای کشتار، برای نمیدونم مدیریت، وزارت، وکالت و بقیه ارکان حکومت و دستای حکومت در درون ایران. ولی ما میتونیم الان به اطمینان بگیم اون بخش از نسل جوان که اومد و به دنیا اومد بعد از این انقلاب، که اصلا نبودن در سال 57، ما دیگه امروز میتونیم مطمئن باشیم که دست کم بخش بسیار قابل ملاحظه‌ایش هم از این حکومت داره عبور میکنه، هم از اون ریشه بدبختی که خود اسلام باشه. و این به نظر من مهمترین دستاورد شاید این 44 سالیست که همه چیه این مملکت از بین رفت، همه یه نمیدونم منابع ملی از بین رفت، تمام منابع انسانی ارزشمندی
این کشور از دست داد، چه به صورت کشتار، زندان، شکنجه، چه به صورت مهاجرت و فرار و تبعید. ولی به هر حال آنچه که ما امروز داریم در ایران میبینیم، اون تضادی که ما داریم میبینیم یک تضاد فرهنگی و شناختیه. یعنی مردم به اون شناخته رسیدن و برای همین هم هست مردم درون ایران باهاشون صحبت میکنی بسیار بسیار کمتر از شاید زنان بیرون کشور دنبال اندیشه های چپ و فمینیستی هم. بسیار بسیار کمتر. یعنی اصلا به این چیزا باور ندارم، برای که نگاه ایرانی نیازی نداره به فمینیسم. نیاز اندیشه ایرانی اینه که زن و مرد و انسانها رو به صورت یکسان میبینه. ما نه تنها خودمون رو یکسان میدیدیم، بلکه تمام غیر ایرانیانی که توی محدوده امپراتوری ایران زندگی میکردن رو به صورت یکسان و در برابر قانون یکسان میدیدیم. و این ارزش فرهنگی ایرانه، این تفاوت بزرگ فرهنگ ایرانیست که امروز مردم به اون شناخته رسیدن. و برای همینم اگر شما گاهی اوقات ببینید این رسانه ها بعضی چیزها رو پررنگ میکنن، فلان زن در اینجاست فمینیست برهنه شد، اون یکی در اون یکی کشور برهنه شد، مردم ایران توجهی به اینها نمیکنن. همونطوری که مردم درون ایران با واژه هایی که این تجزیه طلبای بیرون کشور و گروه هایی که ازشون تغذیه دارن میشن و تظاهرات میکنن و پرچم اقلیم به کار میبرن و کارهای چنینی میکنن، مردم درون ایران با اینا بیگانن. و وقتی با درون ایران صحبت میکنیم میگن ما بلو درون ایران این خبرها نیست، ما کردیم، ما لوریم، ما نمیدونم آذری هستیم، ما نمیدونم بلوچیم، ولی ما هیچ کدوم اینها رو باور نداریم. ما هممون فکر میکنیم ما ایرانی هستیم، همون اندازه که من بلوچه، بلوچستانی یا سیستانی حق از ایران داره، خوزستانی داره و هرمزگانی داره و خراسانی داره و ما هیچ کدومون تفاوت بین خودمون حس نمیکنیم. بنابراین این اون ارزشی است که من میگم فرهنگ ایرانی و تضادی که فرهنگ ایرانی با این فرهنگ اسلامی داره اینجا داره خودشو نشون میده و در آینده ایران هم مطمئناً به همه ما بهتر کمک خواهد کرد که بتونیم یک ایرانی رو بسازیم با ارزش‌های ملی خودمون، ارزش‌هایی که جاودانه هستن، زمان و مکان خاصی ندارن و تا قیام قیامت آپدیتن، برای که بر مبنای خرد، بر مبنای آزادی گزینش و بر مبنای برابری انسان‌ها اندیشه‌های ایرانی در هزارها بنا شده بوده. بنابراین هیچ نیاز نیست در فردای ایران ما نگران باشیم حالا الان 4 تا فمینیست میخوان بیان یا 4 تا چپی بیان یا 4 تا ان ایرانی یا بیوطن بیان و حالا مبادا که مثلا نمیدونم اینا بتونن دوباره مثلا هایجک بکنن یا حکومت رو بگیرن یا مملکت رو از بین ببرن. سپاسگزارم از توجهتون.